رفقای جانم همراهان عزیزم سلام و درود خیلی خوش اومدین سپاس کذارم که این ویدیو رو برای تماشا کردن انتخاب کردید امیدوارم هر جا هستید تنتون سلامت لبا خندون دلتون پر از عشق و محبت جیبا پر از پول و زندگی همیشه بر وفق مراد هممون بگذره بریم که با هم یه دستور بسیار خوشمزه با ظاهری جذاب رو همراه باشیم. چهار تا سیب زمینی متوسط که با پوست وزنشون 640 گرم پوست گرفته رند تمیز شستم. رنده یه درشت زدم و الانم دارم با آب فراوان میخوام اونها رو بشورم و یه مقدار نشاسته سیب زمینی رو بگیرم که بعدم بین سیب زمینی ها چسبندگی خوبی داشته باشم و منسجم باشه و یک دست بتونم کارم رو انجام بدم حالا اینجا من داخل کاسه پر آب ریختم شما میتونید ظرف رو زیر شیر بگیرید و با آب فراوان سیب زمینی ها رو تمیز شسته و سپس آب اضافه رو حتما بگیریم حتی من یه مقدار با دستم بین دو تا دستم سیب زمینی ها رو گرفتم فشار دادم و آب اضافه رو گرفتم اما به شکلی نباشه که ظاهرشون له بشه و یا خراب بشه ملاحظه کنید چقدر آب زیادی داره حتما باید بگیریم چون وقتی هم که سیب زمینی بهش نمک اضافه میشه دوباره آب میندازه این بخش از آب اگر گرفته نشه کار ما خراب میشه بریم که ادامه کار رو با هم همراه باشیم ببخشید که این توضیحات رو باید بگم مخصوصا برای دوستان که تجربه کمتری دارن و یا دارن که همه نکات رو بدونن سیب هایی که تمیز شسته شده و آبشون کامل گرفته شده رو به ظرف مناسبی انتقال میدم سعدت تخم مرغ به دمای محیط که زودتر از یخچال درآوردم، آوردم بدون پوست به وزن 130 گرم و سبزی جعفری تازه که ریز خورد کردم 35 تا 40 گرم دو قاشق آر به وزن 45 گرم یک دوم قاشق مرباخوری نمک کمی زرچوبه کمی فلفل سیاه و فلفل قرمز ادویه خاصی نداره زرشوبه هم نمیزنند من میزنم هم به خاطر خاصیتش هم یه رنگ زرد زیباتری به کار بده برای حدود دو سه دقیقه خوب زمان بذاریم و همه مواد رو با هم دیگه مخلوط کنیم هم بزنیم کامل یک دست بشه به شکلی که آرد و تخمه به همه مواد برسه و سپس به داخل سینی که کاغذ روغنی با کیفیتی قرار دادیم انتقال بدیم به کیفیت کاغذ روغنی که استفاده می کنیم دقت کنیم مخصوصا برای دوستانی که داخل کشور عزیزمون هستن این مورد پیش میاد میگن که مثلا کیک یا نون یا سیب زمینی میچسبه به کاغذ و به راحتی جدا نمیشه به خاطر کیفیت نوع کاغذ روغنی هستش که انتخاب و استفاده کردید برای این دستورهایی که یه مقدار حساس هست از کاغذ روغنی با کیفیت بالاتر باید استفاده کنیم سپس داخل فر از قبل گرم شده با دمای 200 درجه برای مدت 18 تا 20 دقیقه قرار بدیم دوستان گلم ابتدا که داخل سینی فر رو انتقال میدید فکر میکنید خیلی کمه نه مثل تصویر که خدمتتون نشون دادم یه مقدار زمان بذارید و خوب پخش کنید که یک لایه نازک داشته باشیم زخیم باشه نمیتونیم بدن رول کنیم روی توری گذاشتم که خنک بشه در کنار یک پیاز درشت که ریز خورد کردم رو تفت میدم مقدار روغن به خودتون میسپرم اما چون قراره که پنیر پیتزا هم برای روی کار استفاده بشه ترجهان دیگه خیلی چربش نکنیم بعد از اینکه پیازها سبک شد و تغییر رنگ داد یک حب سیر ریز خورد شده یا رنده شده رو اضافه میکنیم و هم بزنیم و سیر رو هم تف بدیم و سپس دو عدد فلفل قرمزه حالا پاپریکا یا دلمه ای و یک عدد فلفل سبز درشت که ریز خورد کردیم رو اضافه می کنم و یه مقدار تفت میدم در حدی که سبک بشن کافی هستش نمیخوایم خیلی اوورکوک کنیم خیلی له نمیخواد بشه چون قرار در ادامهم گوشت مرغ اضافه بشه و همچنین داخل کار هم یه مقدار ظاهر خودشون رو حفظ کرده باشن ملاحظه بفرمایید تا این اندازه تفت دادن کافی هستش یک عدد گوشت سینه مرغ رو که ریز ریز خورد کردم اینجا اضافه می کنم و به همراه دیگر مواد تفت میدم. این مایه گوشتی که الان داریم آماده می کنیم قراره به عنوان مواد میانی برای داخل کار استفاده بشه در صورتی که تمایل داشته باشید یه مقدار بیشتر باشه و یه مقدار اقتصادی تر کار کنید میتونید مایع سیب زمینی که آماده کردیم رفت داخل فرپخت از اون دو تا درست کنید و این مقدار موادی که الان به عنوان مواد میانی داریم درست میکنیم رو برای دو ورق از مایه سیب زمینی در نظر بگیریم در ادامه بیشتر توضیح میدم رب یه قاشق غذاخوری پر اضافه کرده و همراه دیگر مواد تف بدیم خامیش رو بگیریم به رنگ بیفته اگر تمایل داشته باشید مثل من پیش برید و طبق ویدیو عمل کنید همین یک ورق سیب زمینی که آماده کردیم پرملاد میتونیم از این مایه گوشتی که آماده کردیم داخلش قرار بدیم و بپیچیم اگر بخواید یه مقدار بیشتر باشه برای تعداد نفرات بیشتر و یا به هر کس تعداد بیشتری برسه دو بار ورقه سیب زمینی رو باید درست کنید نمک کمی زردچوبه و زیره و آویشن یه مقدار و فلفل سیاه و فلفل قرمز و یه مقدار هم پودر کاری این دستور زرچوبه نداره من به خاطر خاصیتش و یه رنگ زیبا ازش استفاده میکنم هر جا که بیشتر روب استفاده کنم حتما زرچوبه رو هم در نظر میگیرم به خاطر خاصیت زیادی که داره ادویه ها رو هم یه تفت مختصر میدم و خامی ادویه ها رو میگیرم و زیرش رو خاموش میکنم کنار میذارم که مایه هم خنک بشه و من بتونم راحت داخل مواد رو ببیچم و همچنین نباید داغ باشه بسیار خوب ورقه سیب زمینی خنک شده حتما یه توری زیرش میذاریم که از زیر عرق نکنه و از داخل سینی درآوردم ملاحظه کنید چقدر راحت از کاغذ جدا میشه و برخی به صورت درسته و یک دست میان میپیچن که من یه همچین دستوری رو مشابهش رو با مایه گوشت چرخ کرده قبلا خدمتون آموزش دادم اگر تمایل داشته باشید میتونید اون کار رو بکنید ولی سروش مقدار سخته و خواستم متفاوت باشه برش دادم و تک پرسیش کردم شما هم میتونید مثل تصویر انجام بدید لینک دستوری که قبلا با گوشت چرخ کرده ارائه دادم رو زیر ویدیو براتون میذارم بعد از برش دادم ورقه های سیب زمینی رو برگردوندم و به صورت مساوی از مواد روی ورقه ها گذاشتم و مثل تصویر رول کنیم یعنی قسمت زیری میره داخل و قسمتی که رو بود میاد بیرون و من راحت تر میتونم اینها رو ببندم ملاحظه بفرمایید چقدر زود تون از اونجایی که این ورقه ها نازک هستش هم لطیفن و هم موقع رول کردن شکاف نمیخورن و ثابت هم باقی میمونن و باز نمیشن تا آخر زمان سرو که نوشه جان کنید دستور مطمئن و بسیار عالی هستش ترکیب مواد فوق العاده هستش مطمئن باشید خیلی استقبال میشه خیلی از طعمش لذت می برید ترکیب سیب زمینی با مایه گوشتی که آماده کردیم یه چیز خیلی عالی شده مطمئن باشید بارها و بارها ازتون میخوان که براشون درست کنید در صورت تمایل میتونید سطح روی رول ها رو اول چرب کنید و سپس پنیر کشدار بریزید که من نخواستم خیلی چرب بشه این کار رو انجام ندادم و مستقیم پنیر ریختم و بره داخل فر از قبل گرم شده با دمای 200 درجه برای مدت 5 تا 7 دقیقه نهایتا من یکی دو دقیقه گیری را از بالا روشن کردم که سطح روشون خوب سرخ بشه و تغییر رنگ پیدا کنه. البته پنیر کشتایی که من استفاده کردم هم خیلی چرب نیستش شما به خودتون میسپارم میتونید مقدار پنیر رو بیشتر کنید کن. می میتونید خیلی چرب و چیلیش کنید دیگه همه به خود شما بستگی داره و همونطور که داغ هست سطح روشون رو یه مقدار فلفل قرمز و یه مقدار آویشن ریخته که جذابتر و لذیذتر بشن و بره برای سرو فوق العاده هستن دوستان به صورت ساندویچی میتونید نوش جان کنید و یا حتی با کارد چنگال هم به راحتی اینها برش میخوره و میتونید نوش جان کنید بسیار نرم و لطیفه و مواد داخلیش هم چون خشک نیست تو گلوگیر نمیکنه و فوق العاده هست یعنی یه ترکیب بسیار بسیار عالیه که من حتما توصیه میکنم تا اولین فرصت درست کنید همون مواد در اولیه در دسترس همه هستش که میتونید به شکل متنوع جالب و جذاب و لذیذ درست کنید و در کنارش هم یه دوغ ایران و سالا شیرازی فوق العاده میکنه دستور مشابهی که حدود یک سال و نیم دو سال پیش خدمتون ارائه دادم با گوشت چرخ کرده همه مواد رو, رو روی ورقه سیب زمینی که برش نخورده و یک دست هست قرار دادم و رول کردم اونجا اونم خیلی عالی هستش اما با گوشت چرخ کرده میتونیم این کار رو راحت تر انجام بدیم و سرو شیکی هم داره اما اینجا گوشت مرغ داریم و تکه ای هستش و به نظر من یک تیکه انجام دادن که بخوایم رولتش رو درست کنیم سخت میشه سروش سخت برش دادنش سخت میشه و تیکه های مرغ بیرون میریزه به نظر من اینطوری تک پرسی فوق العاده هستش و سروش هم عالیه هر کدومی که خدمتتون نشون میدم ملاحظه کنی چقدر ظاهر زیبا و جذابی داره و مطمئن باشید به همون اندازه که ظاهرش جذابه خیلی هم لذیذ هستش و یه مقدار ازش نوش جان شد که شما داخلش رو هم ببینید همسر من این کنار وایساده بنده خدا هم براتون تست کنه و هم خودش هم اونجا بی صبرانه این عطر غذا که بلند میشه مگه میشه اعضای خانواده دل تو دلشون نباشه مثلا اینجور جور دستورایی که طرفدار زیادی داره برای مواد داخلی شما میتونید پنیر کشتار هم در نظر بگیرید که به خودتون میسپارم از اونجایی که من آلرژی دارم و دوستان قدیمی اطلاع دارم من برای مواد میانی در نظر نگرفتم اینکه گوشت مرغ ها رو چقدر ریز خورد کنید به خودتون میسپارم اگر ساتور بزرگ و تیزی داشته باشید خب میشه ریز سرم خورد کرد در صورتی که گوشت مرغ یه مقدار یخ زده باشه امیدوارم این آموزش هم براتون مفید و کاربردی واقع بشه اگر اینطور هست ممنون میشم با لایک و اشتراک گذاری و عضو کانال شدن از فعالیت من حمایت کنید که هرچه بهتر و بیشتر در خدمتتون باشم لایک کردن و کامنت گذاشتن شما عزیزان کمک خیلی زیادی به من میکنه که کانال هرچه بیشتر دیده بشه ممنونم که من تا اینجا همراهی کردید دوستتون دارم خدا نگهدار هممون